یکی از مهمترین فاکتورهای دفاعی هر کشوری دستیابی اون کشور به فناوری‌های نوین و استفاده از اون در طراحی و تولید تجهیزات نظامی جدیده. در ایران هم با وجود تحریم‌های گسترده کشورهای غربی، نیروی زمینی سپاه تونسته با تولید چندین نمونه از سلاح و ربات‌های پیشرفته قدم‌های بزرگی رو در خودکفایی کشورمون در تولیدات تجهیزات نظامی برداره. توی این برنامه با چند نمونه از دستاوردهای پیشرفته نیروی زمینی آشنا میشیم. در نهایت اگر این برنامه براتون جالب و سرگرم کننده بود، برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب و ویدیوی ما رو لایک بکنید. اولین سلاحیه که شکل و شمایلش آدم رو یاد فیلم های علمی تخیلی میندازه. یک نوع ربات جنگی پیشرفته. این در واقع ربات مسلحه برای درگیری با اهداف و ادوات مثل بیابانی استفاده میشه، مناطق زوارزه استفاده میشه. شب اینجا ما در واقع دوربین حرارتی آین هم تو روز میتونیم در واقع دید داشته باشیم و هم تو شب. همونطور که دیدید این نوعی ربات مسلحه که برای درگیری با اهداف و ادوات دشمن به کار میره. این ربات بیشتر در مناطق بیابانی استفاده میشه، جاهایی که پستی و بلندی زیادی هست. به علاوه این ربات در برف هم کارایی داره. اپراتور میتونه اینو کنترلش کنه تا فاصله 2 کیلومتری داخلی ساخت خودمونه. تماماً؟ بله. یعنی همش تولید کننده داخلی؟ بله. برو به یک نقطه دیگه، اگر این ارتباط قطع بشه خودش به صورت هوشمندانه دوباره برمیگرده به سر همون نقطه‌ای که قبلا اپراتور بوده. و ساخت این ربات تماما داخلیه و مجهز به 2 دوربینه که به اپراتور امکان دید در شب رو هم میده. اپراتور میتونه این ربات رو تا فاصله 2 کیلومتری کنترل کنه و موقعی که به هر دلیلی ارتباط اپراتور و ربات قطع بشه، این ربات به مبدأ، یعنی جایی که اپراتور قرار داره، برمیگرده. سلاح آسف، سلاح قدرتمند که مجهز به یک کالیبر 23 میلیمتریه و نرخ شلیک خیلی زیادی داره. این سلاح آسف کالیبرش 23 میلیمتری هست. اشاره میکنید یک سلاح چرخشی، سلاح گاتلینگ برای اهداف ضد کروز عمدتاً به کار میبره. سلاح بعدی سلاح نیمه هوشمند که هم از طریق اپراتور و هم از طریق بی سیم کنترل میشه و بردش حدود 1200 کیلومتر در شب ترمال رو داریم و فاصله یاب لیزری رو داریم. این سیستم به صورت نیمه هوشمند کار میکنه. این بردش حدود 1200 متر هست. این سلاح قابلیت تک تیراندازی هم داره. لازم و کافی رو برای تک تیراندازی هم داشته باشه. استابلایزینگ، یعنی قفل میکنیم روی هدف و به صورت اوتوماتیک. سلاح بعدی که مشابه سلاح قبلیه اما سلاح 6 دور با کالیبر 12.7 میلیمتریه. سلاح 6 دور چرخشیه با کالیبر 12.7 میلیمتری. ممنونم که تا انتهای این برنامه با من همراه بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه.